امروز اومدم با دو تا مود خیلی جذاب. مود اول اینه که بچه ها ما میتونیم آیتم یا انتیتی های دوروبرمون رو اینجوری بگیریم تو دستمون. مود دوم چیه؟ مود دوم بچه ها پلیر یا دوستمون که داخل بازیه هر کاری که بکنه رو بچه ها ما جلوی صورتش میفهمیم، یا مثلا اگه شروع بکنه به تایپ کردن جلو صورتش یه انیمیشن خیلی باحالی میادش. قبل اینکه بریم بهتون بگم که این مودا اصلا چجوریه، چجوری باید نصبشون بکنیم، یادتون نره که بزرگتری حمایت شما از ما اینه که ویدیوهای ما رو لایک کنید. عاشقتونم. برو بریم. خب بچه مود اول اسمش هست کری کردن. خب اینجا ما یه دونه داریم به اسم کری آن. این مود بچه ها هم رو حالت فابریک داریم هم رو حالت فورج. من فایل فابریکش رو بچه ها تو ورژن 1.21 میذارم داخل کانال تلگرام هم که راحت از اونجا بتونید دانلود بکنید. بعد اینکه دانلودش کردید بچه ها باید بریزید داخل فولدر مودزاتون. خب بعد اینکه ریختین اینجا اضافه میشه برای شما. حالا شما هم میتونید یه دکمه بذارید که فعالش بکنید. خب همین که اصلا به این دکمه دست نزنید و همیشه فعال باشه. کری آن. خب این گزینه کری اینجا روی هیچ دکمه نیست. شما میتونید روی گزینه بذارید که همیشه آن نباشه، یعنی خودتون بتونید آف آنش بکنید. خب حالا چجوری کار میکنه بچه‌ها؟ ما اینجا مثلا یه دونه انتیتی یا یه دونه ماب که میبینیم دستمون باید خالی باشه، هم توی دست راستمون هم دست چپمون جفتش باید خالی باشه. شیفت رو میگیریم بچه ها، یه دونه کلیک راست که بکنیم ما میتونیم اون انتیتی یا آیتمی که میخواییم و روی زمین برش داریم اینجوری بگیریم دستمون. حالا به چه دردی میخوره بچه ها؟ با کلیک راست هم میتونیم بندازیمش پایین. اینجا هم میام یه دونه چست سرچ بکنم. خب یه سری هم وسیله دستم میگیرم اینجوری میذارم داخلش. خب حالا ببینیم میتونیم اینو برداریمش یا نه. دیدید بچه ها الان داخل این وسیله است، ولی من میتونم این چست رو جا به جا بکنم هر جا که دوست دارم ببرمش. من اول گفتم خب این مود به چه دردی میخوره، یعنی فقط آیتمایی رو زمین اینجوری بخوایم برداریم ببریم و بیاریم. نه بچه ها اینجوری بچه ها الان نکنید، این چست توش پر وسیله است ولی من دارم میبرمش این ور اونور، خیلی کارا میشه باهاش انجام داد. مثلا این چیز پوره، من میخوام انتقالش بدم یه جا دیگه، نیم ساعت بعد یا بزنیمش تو باندل یا بزنیمش تو شالکر باکس و اینا. خب الان کنید میزنم آیتما همچنان داخلشه که خیلی بچه جذابه. بیشتر آیتما رو هم بچه میشه جا به جاشون که الان من کرافتین تیبل رو نمیتونم اینا. آره اینو میتونم، فرنس رو میتونم جا به جاش بکنم که خیلی باله. کرافتین تیبل رو بچه فکر کنم نمیشه. ای بچه به نارنجی هم میتونم بلندش کنم که خیلی باحاله. الان یعنی رو حالت تکس بود اینو بردارم خیلی باحاله. همون جوری که بچه یه مود جذاب و فانه، کلی هم کاربردی هستش، یعنی فقط این نیستش که اینجوری بلند بکنیم و ببریم و بیاریم، این چست و اینا هم که میتونیم برداریم خیلی جذاب بکنه کارو. مود اول بچه ها اسمش کری کردنه، همین یعنی بلند کردن بغل کردن. حالا یه کار جذاب دیگه هم میشه انجام داد، فکر کنم اینجوری من یه مرغ رو اگه بردارم، خب بعد یه دونه خوک اینجا داریم، حالا شانس ما خوکه بعد جا هم رفته. خب بینجا این مرغ رو بچه ها همین دارم، مثل این که میتونیم بذاریمش روی خوک، کلی پلیر یا مثلا ماب اینجوری میتونیم رو هم بچینیم، خیلی باحاله. کلا مود فانیه ولی من راضیم ازش. بچه ها تو کامنت ها بنویسید که به این مود از 1 تا 10 چه نمره ای میدید، واقعا مود باحالیه، من که باهاش حال کردم. خب بچه ها مود دوم چیه؟ مود دوم میایم داخل مودزام. مود دوم بچه ها اسمش هست What are they up to؟ یه اسم خیلی طولانی داره که بچه ها یه مود وابسته هم داره، کرویوتیل. خب اینم بچه ها باید نصب بکنید که بازی مود اجرا بشه. من فایل این دوتا رو بچه ها میذارم داخل چنل تلگرام هم که از اونجا بتونید بچه ها راحت دانلود بکنید. یه چیز جالبی هم داره، الان کله من چرا اینجوری میشه، به نارنجی چرا خوابیده بچه ها، اصلا جذابه.
این انیمیشن هم اضافه میکنه خیلی باحاله. ولی خب الان کله من زیادی داره اینجوری میشه. این مود بچه اینجوریه که من اگه خودم مثلا اینونتوری رو باز بکنم نگاه بکنید به من دیگه نشون نمیده. خب این خورده توی سرور یا با فرند بازی کردنتون بیشتر جذابش میکنه. حالا چجوری؟ الان من به نارنجی بچه رو کنترل میکنم میارم. اینونتوری رو که بزنم اینجا برای من داره نشون میده اینونتوریشو. ولی خب بچه ها فکر نمیکنم دقیقا چیزی که داخل اینونتوری بذاره نشون بده. نشون نمیده، فقط همین پنل اینونتوری رو به من نشون میده. ولی خب اگه من دستم رو این ورمور میکنم نشون میده که این خیلی جذابه. تایپ کردن هم بچه خیلی باله، یه انیمیشن خیلی جذابی داره که من حال میکنم باش. بچه هر کاری بکنه الان به نارنجی برای من نشون میده. مثلا اگه برید داخل ESC اینا کنید الان منو اینا شو داره به من نشون میده، داخل آپشن و اینا و خیلی باحاله. این خشک بودن بازی و اینا رو دیگه از بین میبره، خیلی باحاله. من حس میکنم الان اینونتوری رو باو کنم نشون میده و اینا. بریم ببینیم کرافتینگ تیبل و اینا رو بچه چه جوری نشون میده. الان یه نه کرافتینگ تیبل اینجا داریم. خب اگه به نارنجی بیاد روبروی این کرافتینگ تیبل کلیک بکنه بچه ها نها کنید اینونتوری کرافتینگ تیبل رو داره نشون میده. ولی خب من اگه هرچی هم بذارم داخله چیزی برای من نشون نمیده. فقط بچه ها یه پنل نشون میده که مثلا به نارنجی داخل کرافتینگ تیبل رو داره یه سری کار رو انجام میده. بچه ها از 1 تا 10 به این مود هم امتیاز بدین که ببینیم این مود چه ارزشی داره. بچه ها این مود فقط داخل مثلا سرورها یا مثلا اینکه یه مپ زدید با فرندتون با دوستتون دارید داخل اون بازی میکنید، اینجور چیزا بچه هم باعث میشه بازی فان بشه، همون خشکی داخل بازی از بین بره. به نظر من این مودم خیلی جذابه بچه. این دوتا مودی که امروز بهتون پیشنهاد دادم و خب من داخل کانال تلگرامم گذاشتم بچه، میتونید از اونجا دانلود بکنید و داشته باشید. من حالت فابریک بچه اینا رو دانلود میکنم، خب چون ورژن منم 1.21 فابریکه. ولی بچه ها این دوتا مود هم رو حالت فابریک داره، هم فورج داره هم نو فورج. روی آپتیفاین بچه ها این مودا رو ما نداریم. فقط بچه یادتون باشه که این مود دومی، این مودی که جلوی صورت پلیرمون نشون میده چه کارهایی انجام میده، یه مود وابسته داره. این مود وابسته رو هم حتما باید نصب بکنید، وگرنه به شما ارور رو میده. ارور میده که باید این مود رو نصب بکنید، اصلا بازیتون بالا نمیادش. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید. اگه طرفدار بازی مانکرافت هستین حتما کانال منو سابسکرایب کنید. زنگوله کنارش هم بزنید که اولین نفری باشید که ویدیو منو تماشا میکنید. عاشقتونم. تا یه ویدیو آموزشی دیگه، بدرود.